زندگی سراسر مبارزه است و تلاش برای بقا و رسیدن به خواسته ها و آرزوها. این مبارزه برای بقا برای انسانهای عادی که از همه نعمات خداوندی چون حواس پنجگانه و سلامتی کامل برخوردارند بسیار مشکل و طاقت فرساست. اما این مبارزه و تکاپو برای جنگیدن در برابر مشکلات زندگی و به خصوص در کشوری به نام افغانستان و از سایر کشورهای جهان سومی برای افراد دارای معلولیت و به خصوص کسانی که از نعمت چشم و بینایی محروم هستند بسیار مشکل است. اما در کشور ما بسیاری از روشندلان هستند که نداشتن قوه بینایی را به چالش کشیدند و آن را دلیل موجهی برای در خانه ماندن و نجنگیدن و برای بقا و نرسیدن به اهداف ارزشمند خیش نمی دانند. 15 اکتبر یا 23 میزان روز جهانی عصای سفید و جلوگیری از نابینایی و در این روز امو روز خود نابیناها تجلیل میشه و هم روزی است که جلوگیری از نابینایی است که ما چطور بتونیم کس دیگه امو نابینا نشوند یا خدای نخواسته به امراض مختلف چشم مبتلا نشوند. سید محمد یزدان پرست یکی از روشندلان ولایت بلخ است که از طفولیت با مشکل کمبینی مواجه شد و در نوجوانی دید خود را به طور کامل از دست داد. اما او تسلیم نشد و امروز به عنوان یکی از خبرنگاران فعال در این ولایت مشغول فعالیت است. در نیمه مسیر آموزشی بینایی ما دست دادم و یک وقفه در آموزش ما پیش آمد. وادار به آموزش شیوه نگارش نابینایان یا خط بریل گردیدم و ما در سال 1384 هجری خورشیدی من حیث نخستین نابینای نامزد وارد انتخابات شورای ولایتی در افغانستان شدم تا فرصت را فراهم بسازم که بر بنیاد او از او کارگزاران حکومتی تقاضا بکنم تا حق آموزش شهروندای دارای معلولیت به رسمیت شناخته برای نابینایان و ناشنوان اجازه رفتن به مکاتب را بدهند. پس از پایان مکتب من نتانستم در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه شرکت کنم به دلیل نابینا بودن. من در مرکز ی آزمون سپری کردم و در رشته روابط عمومی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه بلخ خوشبختانه کامیاب و از اونجا پایان نامه تحصیلی دریافت کردم. سید محمد یزدان پرست از طفلیت کمبین و نابینا بوده، خود از این جستجوگر پرتلاش و همیشه شخصی بوده که همه کتلی نابینا یک شخص بسیار ورزیده و یک شخص بسیار با درک و با فهم بوده. دیگه یزدان پرست معاصر زندگی کرده و اثر بخش بوده، هرچند زیاد برای خودش متاسفانه اثر بخشی آنچنانی نداشته که رسم جامعه ماست، ولی برای جامعه، برای انسانیت، برای همنوان ما خیلی مؤثر بوده و یک انسان فعال بوده که یعنی بلندگوی کل ما بوده. یک ژورنالیست بسیار که سرش حساب کنین است، خبرای که بسیار مهمه که او خبرساز در رادیو نهاد بوده و او خبرها را هم با اینمی نابینایی خود حفظ میکرد و قرائت میکرد. در نخست عناوین اخبار، خواست رئیس جمهور پیشین از پاکستان جهت پایان دادن به اخراج اجباری مهاجرین، تقاضای سازمان جهانی غذا WFP از نهادهای جهانی امدادرسان جهت تقویه بودجه این نهاد و قدردانیش از بانک توسعه آسیایی و حمله پهبادی به یک دانشکده افسری در سوریه زیادتر از 200 کشته و مجروح به جا گذاشت. آل مشروع اخبار این ساعت. اگر شما به تاریخ نگاه بکنین ما مثالهای زیاده از روشندلای ناماشنا و خبرساز داریم. کسی که اساسگذار عرب مطهر سرور و سالار شهدا و آزادگان گیتی حسین ابن علی علیه السلام در اربعین حسینی در کربلای معلا بود، جابر انصاری یک نابینا بود. 1165 سال قبل از امروز ابو عبدالله رودکی
پدر شعر فارسی یک نابینا بود. دیوید بلانکت وزیر داخله و وزیر تعلیم تربیه انگلستان یک مدت بود نابینا بود. افتخار جهان اسلام استاد قاری برکت الله سلیم یک نابینا است. سناتور باقی بردیال عضو پیشین مجلس سنا در دوره جمهوریت و یکی از شعرهای نامآشنای زبان ادبیات پشتو یک نابینا بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ سویدن یک ناشنوا بود. این مثالها نشان میده که مهم نیست چه مقدار از لحاظ ظاهری تکمیل هستیم، مهم این است که چه مقدار آمادگی فکری جهت تغییر وضعیت و تبدیل شدن به انسان مثبت در اجتماع داریم. متاسفانه جامعه نابینایی در افغانستان و در مزار شریف بخصوص در مجموع در جایی که در وضعیت ما هستند، ما متاسفانه یک جامعه بسیار متزلزل داریم به لحاظ شغلی، به لحاظ تعلیمی و تحصیلی، به لحاظ مدغم سازی در بین اجتماعات و گروه های دیگر هم نوان ما به عنوان انسان، نه به عنوان یک آدم نابینا و دارای معلولیت. ما متاسفانه مشکل زیاد داریم در قسمت پذیرش، متاسفانه خیلی مشکل داریم به عنوان یک انسان در قسمت برخوردار شدن از امتیازات اجتماعی، برخوردار شدن از امو حقوق حقه اساسی هر انسان هست. و این خودش به نحو منزوی شدن و پذیرفته نشدن در بین اجتماع و مدغم نشدن است. از این قبیل مسائل ابتدایی اگر شروع بکنیم، متاسفانه ما خیلی مشکل داریم، ولی بازم تلاش شده و تلاش میکنیم ما هم که حداقل اگر زندگی نمیتونیم زنده بانیم. من فکر میکنم که در این دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. افراد دارای معلولیت طبعا مانند سایر افراد مشکلات زیاد دارن و دوستای ما هم از این قاعده نمیتونه خارج باشد. طبعا دوستای دارای معلولیت در مبارزات مدنی میبینم، در گسترش فضای آموزشی بر افراد دارای معلولیت کار میکنیم میبینیم، در روند امدادرسانی با ایشان مواجه میشیم. شکایات شهروندای دارای معلولیت از نوع برخورد اطرافیانشان زیاد است، اما یک پیام همیشه به همه دادیم که کوشش کو در مقابل بدترین رویداد و زشتترین رویداد زیبایی لبخند از لبایت فراموش نکنی و پدیدار بودن لبخند در لبایت طبعا کسایی را که میخواین تو را مورد استفاده ابزاری قرار بدن یا احساسات به تمسخر بگیرن سر جایش خواهد شد. از اون لحاظ ما از تمام دوستای دارای معلولیت خواستیم تا بیاین در یک روند دادخواهی سازنده و سالم جهت تغییر به وضعیت به صورت حقیقی نقش آفرین مثبت باشیم. نابینایان اگر یک آواز خود از دست داده، دیگه آواز زو فعال است، مثلا شنوایی است، اگر استلامسیش است، این آوازش مکمل تکمیل است و استلامسیش بسیار قوی است و میتونه اونا که حتی با اونمو حرکتایی که تکنیکی که به نام موبیلیتی یاد میشه یا حرکت نابینا با اصا بدون اصا و خودشان میتونن که از یک جای به دیگر جای خود برسانن. امی نیاز مادر ایجاد است میگن. ما چون محدودیت ما زیاد است باید بیشتر تلاش کنیم، اما قصه چیز میشه، میگن برای مورچه یک قطره طوفان است، ولی برای آدم نابینا هم ده قدم را رفتن اگر خودش نخواه یک ناتوانی یک محدودیت به حساب میره. یزدان پرستم با توجه به درک این مسائل و یا بعضی دوستای دیگه ما اینا تلاش کردن که ما باید خدا ثابت بکنیم و اینمی حق ماست که حقشان هم بوده. به باور ما واژه های مثل نمیتانم، نمیشه، چطور کنم، چی میشه، مچم، این واژه ها ناخوشایند است. زندگی یک جاده مملو از فراز و نشیب است، در نشیبش نباید مایوس و در فرازش مغرور شد. اما انطور که دین اسلام دین وسط قلم داد میشه، انسانی در زندگی باید اعتدال و میان روی رو پیشه بکنه. ما در مراحل مختلف زندگی با چالش های گوناگون مواجه شدم. امی پذیرش خود حقیقت که دیگه دیده نمیتوانی خودش یک درد بزرگ است تعامل کردنش. شما تصور کنین برای 30 ثانیه دیده نمیتانین یا تکلم کرده نمیتانین یا تردد کرده نمیتانین، آن زمان میدانین که چی مشکل بزرگ را سر دچار شدین. اما ما با در نظر داشته ای که زندگی یک مبارزه است و نباید
زندگی بر من غلبه حاصل کنه، بل من مشکلات باید مهار بکنم. با تمام چالش های موجود در زندگی جنگیدم و خواستم تا از زیبایی های زندگی مطابق آنچه که است لذت ببرم. من در این راستا مدیون حمایت خانواده، همکارایم، دوستایم و یک جمع از مشوقینم هستم. من ازشان قدردانی میکنم که مرا همکاری کردن. من نخستین نابینای نامزد در شوراهای ولایتی افغانستان بودیم در اقدوان دموکراتیک شرکت کردیم و به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ نخستین نابینای ژورنالیست در افغانستان هستم. رمز پیروزی سید محمد جان یزدان‌پرست ای است که خودش بسیار تلاش میکنه، یعنی در هر جای. اما یک مثال بر شما میدم، یک کنفرانس بود یا چیزی بود در کابل، این دعوت نشده بود، این دعوت نکرد، اما دمو کنفرانس رفت، این را میخواستن که نمانن، اما آنقدر تلاش کرد که اونا همه این متوجه شد که اینطور یک شخصیت، اینطور یک آدم نابینایی که چشم نداره، این چرا اینجا باید نباشه، همه این پذیرایش کرد، با اونمو تلاش خود داخل اونمو کنفرانس بزرگ افغانستان داخل شد، اونمو جرفای خود مطرح کرد، اونمو پیشنهادات و نظریات خود مطرح کرد. اینی یکی از ویژگی‌های خاص سید محمد یزدان‌پرست. چند تفاوت میان ما و دیگران وجود داره. یک، شما تلفن همراه مرا زمانی که بگیرین در دفترچه شمارهش یک شماره پیدا نمیکنین، به خاطر تمام شماره را حفظ میکنم. دو، یک ورق A4 یا A4 کتابای درسی مکتب زمانی که به خط بریل یا خط ویژه نابینایان برگردان میشه 4 صفحه میشه، یعنی ضخیم ترین کتاب ها را ما عمل میکنیم. سه، ما بیشتر به ارتباط شنیداری تاکید میکنیم. زمانی که اکثرا را بشنویم تا مدت زیاد در حافظه ما باقی میمانه، حالا دیگرا بیشتر میبینن اما ما بیشتر میشنویم. و از اون طرف من رادیو را انتخاب کردم، چون زمانی که من نابینا شدم یکانه دوستم رادیو بود و با همی رادیو ما تا مدیر مسئولی یک رادیو رسیدم. ما خب اینان خبرنگار گفتم با دفتر که کار میکنم، اونجا با اینان خبرنگار کار میکنم و تقریبا کل کار ما امرای نمی کیبورد و تحریر و نوشته و یا یکان موضوعات کاری و دیگه و دیگه، کل کار ما تقریبا با اینمی وسایل و با اینمی امکانات است. دیگه ما کیبورد از طریق بلوتوت همراه تلفن وصل میشه. باز اگر ما بخوایم که یک متن نوشته کنم، یک یادداشت بگیرم، هر کار بکنم، میرم اونجا تایپ میکنم، از با کیبوردم مثلا نوشته میکنم، اونجا در موبایلم ثبت میشه. اگر بخوایم ایمیل ارسال کنم به کسی، یا اگر بخوایم که خودم یک چیز نوشته بکنم یا هر نیاز دیگه که اگر بوده باشه، ما باز میتونم که با کمک کیبورد یا با کمک کامپیوتر یا با کمک تلفن رفع ضرورت بکنم، اما امور معمولی روزمره ما تا حد امکان به انجام برسانم. پیام اصلی ما یک نکته است و آنی که خواستن توانستن است. ما زمانی که دانش آموز بودم با رادیوی محلی نهاد در بلخ همکاری شروع کردم و از یک کارآموز یا رضاکار تا مجری و مسئول بخش و مسئول نشرات و حال مدیر مسئول ارتقا کرده. در کنارش من اساس گذار یک نشریه ویژه به نام مانامه امید همزیستی بر افراد دارای معلولیت بودم، عضویت در هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ، عضویت در شبکه دادخواهی حقوق اشخاص دارای معلولیت زون شمال، 6 سال نماینده افراد دارای معلولیت در کمیته ولایتی صلح بلخ از فعالیت هایی است که من میتونم به او با افتخار اشاره بکنم که فعالیت ها را انجام دادیم. با در نظر داشت یک نکته که کسی نباید پس از این نابینایی را ناتوانی قلم داد کنه، به خاطر میگه چشم دل باز کن که جان بینی، آن چی نادیدنی است آن بینی. جامعه معلولان و به خصوص نابینایان با مشکلات زیادی مواجه است، اما تلاش ها همچنان جریان دارد تا زندگی و زنده ماندن برای این قشر آسیب پذیر کماکان فراهم گردد.